به سرنوشت خوش آمدید. با آغاز بهار امسال و شروع حملات بهاری طالبان، وضع امنیتی کشور به طور بی‌سابقه‌ای بد شد. ناامنی های شمال که در گذشته از امنیت نسبی برخوردار بود، این روزها ولایت های بغلان، فاریاب، کندز، سرپل، بادغیس، بدخشان به طور بی‌سابقه‌ای در آتش جنگ می سوزند. در این بین گمانه های این که حلقاتی در کشور دست به کار شدند تا حکومت فعلی را سقوط بدهند و به جای این حکومت جدیدی را جایگزین سازند سر زبان هاست. آقای دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در سفر دو روز پیشش به ولایت بدخشان گفت در حال حاضر از یک سو طالبان، از سوی دیگر گروه موسوم و دولت اسلامی یا داعش و از سوی هم یک مجموعه بزرگ در حال مخالفت علنی و توطئه هستند. شمار انتظار دارند که با جان گرفتن گفتگوهای صلح و یک جا با شرایان بین طرفهای درگیر باید آتش بس برقرار شود. بسیاری دیگر هم شدت حملات را برای امتیازگیری بیشتر طرفها در گفتگوهای صلح میدانند. واکاوی این موضوع با آقایان سید محمد حسن شریفی بلخابی، بانو آصف شاداب، سید محمد حسن شریفی بلخابی عضو مجلس نمایندگان، بانو آصف شاداب عضو مجلس نمایندگان و علی اکبر جمشیدی سناتور پیشین. خیلی سپاسگزارم از تشریفاتتون. بس با شما باغاز میکنیم. آقای جمشیدی، تصویرتون از نامنی ها چیست؟ با همون شدت و حدتش باقی است یا که نه فروکش کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود حضور شما مهمانان عزیز برنامه و همچنین بینندگان محترم تلویزیون، همون قسمی که شما در گزارشتون هم یادآور شدین، با آغاز فصل بهار حملات گروه های توریستی در افغانستان بیش از پیش افزایش یافتند و گراف ناامنی ها در کشور خیلی بلند رفته و جغرافی های جنگ هم توسعه پیدا کرده و یا به عبارت دیگر جغرافی های جنگ از جنوب افغانستان به ولایات شمالی افغانستان که در گذشته نسبتاً ولایت های امن‌تر بودن، اما بعضی باور دارن که نه گسترش یافته، در حقیقت جغرافیا تبدیل نشده. من خودم هم به مو باور هستم که جنگ گسترش یافته. خب این عوامل متعددی داره. اول این که با شروع حملات جدی ارتش پاکستان بر علیه گروه های توریستی مستقر در قلمرو اون کشور، خود به خود فشار بسیار زیاد بالای گروه ها وارد شدن و اینا دنبال یک جغرافی های نسبتاً مناسب تر برای خود بودن که باید فعالیت های خود را و یا به بقای خود ادامه بدن، که با توجه به وضعیت نابسامانی که در افغانستان بود و یا خلای مدیریتی که در کشور ایجاد شده بود، اینا براحتی توانستن که همو بندوبسات خود را از اون طرف مرز جمع بکنه و منتقل بکنه به داخل افغانستان. موضوع دومی که همه گروه های توریستی که مربوط کشورهای خاورمیانه می شد، که اینا از 25-30 سال قبل در قلمرو پاکستان در بخش های از خاک پاکستان اینا مستقر بودن و بعضا هم تحت حمایت استخبارات و یا ارتش پاکستان بودن، اینا در گذشته شبکه القاعده را به عنوان یک چتر حمایتی برای خود قلمداد میکردند. باز بین رفتن و یا تضعیف شبکه القاعده و از بین رفتن رهبری گروه القاعده و اسامه بن لادن، اینا خیلی تضعیف شدند و با وجود آمدن پدیده جدید به نام داعش یا گروه دولت اسلامی در کشورهای خاورمیانه، اینا تلاش کردند که به جای شبکه القاعده از گروه نوظهوری داعش که خیلی به سرعت در کشورهای خاورمیانه و همچون جنوب آسیا اینا در حال گسترش و پیشروی هستند، اینا به عنوان یک چتر حمایتی از خود برای خود ایر انتخاب بکنه و از کار بگیره. گروه های آسیای مرکزی و گروه های توریستی که مربوط به کشورهای آسیای مرکزی هستند، مثلا ازبکستان، ما از گروه های رزول ازبکستان داریم، از تاجکستان داریم، از ترکمنستان داریم. این موضوع دوم، چون اینا برای خود هدف دارن
و زمانی که یک چتر حمایه اینا بر خود جور میکنه، هدف اصلی از اینا در واقع ایجاد حکومت اسلامی مطابق میل خودشان یا وزن خودشان در کشورهای خودشان میباشه. اینا همواره در تلاش از این بوده که رخنه بکنه به داخل مرزهای کشور خودشان، و حالا هم که یک زمینه مساعد هم یک پشتبانی سیاسی و نظامی از طرف داعش و هم یک موضوع متاسفانه خلای مدیریتی در داخل افغانستان سبب شد که اینا بیاین در افغانستان جنگ توسعه بتن و خود را برسانن به ولایات های شمالی افغانستان و در مرزهای کشورهای آسیای میانه. موضوع سوم بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان هستند، چون قوات های خارجی تقریبا خارج شدن. همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم، ما به تعداد 10,000 نفر نیروی خارجی را ما در افغانستان داریم که در داخل چوکات برنامه حمایت قاطع از نیروهای افغانستان اینا فعالیت میکنند، و فعالیت های رسمی و نظامی از اینا در واقع در سال 2014 اینا خاتمه پیدا کردن. این هم خود به خود یک مقدار گروه های شورشی و توریستی را تمعشان را بیشتر ساختن، به خاطر از اینکه اینا با بیرون شدن خارجی ها از افغانستان اینا دستاورت های بیشتر خواهد داشتن و جغرافی های بیشتر را به دست خواهد آوردن. اینا به این خاطر جنگ را افزایش دادن. موضوع چهارم هم باز هم میگم که خلای مدیریتی، یعنی با تمام این موضوعات، خلای مدیریتی که شروع حکومت وحدت ملی در کشور به وجود آمد که خیلی از وزارتخانه ها توسط سرپرست، ولایت ها توسط سرپرست، قماندان های امنیت توسط سرپرست اینا اداره می شد، این هم خود به خود زمینه را برای پیشروی هرچی بیشتر از نا در داخل خاک افغانستان و توسعه جنگ توسط از این گروه ها مساعد ساختن. مشکل ما تا حالا هم داریم وزیر جنگ ما متاسفانه هم از شروع سال که آغاز شده تا هنوز اینا همو روند را داره میپیمایه. اینا فکر میکنم دلایلی هستن که گروه های تروریستی کوشیدن که جنگ را در افغانستان گسترش بده، توسعه بده دامنه جنگ را و جغرافی های بیشتر را اینا در اختیار داشته باشه، و همچنین به هوای از اینکه در افغانستان اینا یک زمینه ای فعالیت را برای خودشان، یک محوریت را برای خودشان به وجود بیاره که از اینجا فعالیت های خود را ادامه بتن به داخل مرزهای کشورهای آسیای میانه. ما دقیقاً مو سوال اول ما سوال ما که تکرار گفتم براتون بازم تکرار میکنم برای اینکه پاسخ ما بگیرم. ناامنی ها کاهش یافته یا نه که به مو شدتش باقی است؟ اگر لطف کنین کوتاه جواب. اگرچه ما دهی اواخر گزارش های نسبتاً خوب تری داریم، یعنی به این معنا که بخش های امنیتی افغانستان که در واقع اینا اما مراجع اصلی و رسمی هستند که برای مردم پاسخگو باشن، ما گزارش های نسبتاً خوب تر داریم. اما اون چه که واقعیت های عینی در کشور نشان میده متاسفانه تا هنوز گراف درگیری ها پایان نیافته، یعنی به این معنا که گروه های تروریستی، طالبا و القاعده و گروه های مرتبط با داعش اینا تضعیف نشده، بلکه هنوز حالت تهاجمی داره، گاهی به اولسوالی، گاهی به اولسوالی، گاهی به اولایت، گاهی به اولایت اینا حمله میکنه. پس بناهن ما میتونیم ارزیابی بکنیم که با این که نیروهای امنیتی افغانستان از توانایی های خوبی برخوردار هست، در یه آخر دستاورد های نسبتا خوبی را داشته، اما از اون طرف گروه های تروریستی هم تضعیف نشده، هنوز میتونه که اونا جنگ را برای مدت های دیگر هم دوام بده. با وجود که ما گزارش های خوشبینانه نداریم، اما واقعیت های عینی نشان میده که ناامنی ها با مو شدت و حدتش سر جاش است و گروه های حراس افغان ضعیف نشدن. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و مهمان های عزیز، همکارای تکنیکی، بیننده های عزیز تلویزیون، فکر کنم ناامنی ها روز به روز تشدید پیدا میکنه و ولایات جنوبی نه تنهایی که جای خود را خالی کردن به شمال، بلکه در سراسر افغانستان یک حالت بسیار وحشتبار جنگ جریان داره، به ویژه در
ولایات شمال کشور که فاریاب هم جزی از او ولایات هست و امروز آتش در فاریاب آنقدر زبانه میزنه که هر لحظه قربانی میگیره از هموطنهای عزیز ما را. متاسفانه در این مشکل در قدمه اول خود دولت یا حکومت مقصر هست، قدمه دوم ای که وضعیت اقتصادی مملکت بسیار ضعیف هست و مردم آهسته آهسته ای که در از دولت ناامید شدن، بالاخره خود مردم مناطق شمال به یک شکلی خود را ارتباط دادن به یک نیرویی که او میتونه برشان از لحاظ اقتصادی مؤثر باشه. یعنی گروه را سبگن پول فراهم میکنن به کسات. بلکل اکثریت جوانای ما که رفتن از دست ای که وضعیت اقتصادی خانواده بسیار دشواری ها را داشت رفتن به اونجا خود پیوستن و بعضن هم یک عده مناطقی بودن که زورمندها در اونجا حاکم بودن، مردم را ناامید ساختن. وقتی که مردم به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کردن ناامید شدن، دوباره پیوستن به نیروهای مخالف. امروزه نیروهای مخالف از خود پول هنگفتی در اختیار داره و حتی خانواده های جوانایی که به اونها پیوستن مورد حمایتشان قرار داره و دولت هم در همون حالت کشمکش های درونی خود که بالای تقسیم قدرت به اشکال مختلف دعوا میکنن، در حالی که ما چیزی بالاتر از قدرت طلبی در وطن خود داریم که او مسئولیتی هست که مردم با رای خود، با ریختاندن خون خود، با قطع شدن انگشت خود دو بزرگوار را به عریکی قدرت رسانیدن. امروزه مجال از این نیست که این مردم دادخواهی کنن و یا مراجعه کنن به این دولت که آقای رئیس جمهور، رئیس اجرایی، ما در نهایت بدبختی قرار داریم، مشکلات وحشتبار کشتن و بستن را داریم، شما به داد ما برسین، اما کوچکترین وقعی به این حالت نمیگذارن. باز هم در پای ازی هستن که برای خود مشاورین جدید تعیین کنن و یا کمپین هایی به نفع خود بکنن که ما یعنی بیگناه هستیم، دست های دیگه هست کار میکنن. اگر این مقامات مسئول قوی ان کار میکردن، حاکم میشدن به وضعیت افغانستان، به وضعیت امنیتی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان که همکنون مورد تهاجم دشمن قرار داره، هیچگاهی به این شکل، به این وضعیت مردم نمیرسیدن که فعلا با تاسف نسبت کمکاری و بی‌اعتنایی های بی باوری هایی که نسبت به مردم افغانستان داشتن، با آنکه رأی آنها را کسب کردن، این وضعیت دامنگیر مردم افغانستان شد. شما ببینید که در قدمه اول بدون از اینکه وقت را از دست بدن پیمان امنیتی با آمریکا امضا کردن و او تاثیر از او چی بوده؟ یعنی کسی پرسان نمی کنه. یعنی این پیمان یک پیمان عوام فریبانه بود که مردم را به نام اونمو کلمه پسوند امنیتیش، مردم افغانستان هم فریفته شدن، در لوی جرگه هم به او رای دادن که پیمان امضا شود و آقای کرزی او را امضا نکرد و بار دیگه رؤسای محترم که به قدرت رسیدن دفعتن بدون تعلل او را امضا کردن. امروزه پیامد از او هم یک بار گرانی هست بالای هموطنای عزیز ما که امریکا با امریکا پیمان امضا شد، یک بهانه برای دستندرکارای حرفوی و پدیده های ناامن کننده در منطقه، یک بهانه، یک دلیل بر از اون. از یک طرف پیمان را مجبور کردند که اینها امضا کنند، اینها باید امضا نمی کردند که امضا کردند، از طرف دیگه پدیده طالبانی و دایشانی خود را فرستادند تا اوضاع را مختل کنند، تا به نفع خود از این منطقه، از کشور افغانستان، به خصوص از صفحات شمال افغانستان، منحیث تختی خیز در آسیای میانه و کشورهای آسیایی برقدرتی که هست در اونجا حملات خود را داشته باشه. بانو شاداب، این جنگ، ای جنگ در مجموع، در کل جنگی نیست که طالب با مردم افغانستان جنگ کنه، جنگی هست که برقدرت ها دامن زده میرن، جنگی هست که پشت صحنه ابرقدرتی وجود داره که میخواد که افغانستان و کشورهای اسلامی را تباه و برباد کنه و به نفع خود از این
زمینه استفاده کردن. بانوشادا پیشتر آقای جمشیدی گفتن خب عوامل داره، چهار تا عوامل گفتن، حملات پاکستان در خاکش که طالبان هم تواری کرده بیان به افغانستان، خب چتر حمایتی داعش و گروه افغان که میرن از طرف حمایت میشن و انسجام پیدا میکنن و سوی مدیریت و خلای مدیریتی مقامات کشور حکومت. خب شما میگین که داعش پروژه هست، چنین چیزی ایره کشورهای بیرونی فرستادن. خب امیر از کجا میگین؟ با چی مدرکی؟ خب همیشه مدارک را مردم احساس میکنن، مدارک ملموسی نسبت به وضعیت تشنجباری که اول طالب به وجود آمد، طالب یک دوره حکومت هم کرد و سقوط هم کرد و بعدش رفت این پروژه دوام کرد تا وقتی که طالب بالاخره با یک شکلی با مردم در هماهنگی حرکت کردن، مردم مراجعه کردن با اونها، مردم با اونها، یک تعداد زیادی مردم با اونها پیوستن. پدیده دیگه را آورد که این با قوتر از او باشه و جدیدتر، پروژه بسیار نوی که دست نخورده او را مستقیما به دسترس عرب ها گذاشت و از او طریق عرب ها توانستن که ای را تحمیل کنن بالای مناطق کشورهای اسلامی. خب امی هم ده یک فرضیه است، کسایی که میگن فرضیه که اسنادی که بتونه دلالت بکنه که اسنادی که مثلا در کشورهای اسلامی مسئله مذهبی را دامن زدن. شما فکر کنید که عربستان با کشورهای مسلمان همجوار خود در جنگ شدن، این دست بیرونی هست یا نه؟ خب چرا تا امسال تا این سالهایی که دوام داشت عرب ها با همدیگر در تنش نبودن که حالی در بین هم در تقابل افتیدن؟ خب همچنان پاکستان یک مهری هست که در منطقه میتونه بسیار زیاد سازگار به نفع بادارهای خود قرار بگیره، همیشه در منطقه تشنج آفریده. پاکستان با یک دستش قرآن به نام سال، با دست دیگه شمشیر داره که از پشت سر خنجر میزنه به ریشه و بیخ مردم افغانستان، منحیث یک کشوری که در حالت منحیث یک تخته خیز برای بادارای از او قرار داشته. افغانستان چرا کشورهای دیگه که در ساحات آسیایی زندگی میکنن، در افغانستان در آسیای میانه از این طریق رفته میتونه، به روسیه رسیده میتونه، به چینی که ابرقدرت اقتصادی در جهان هست او را میتونه که مورد تهاجمات زیرپردهی خود قرار بده. خب برای که به این شکل ده تا هندوستانه. شما این را یک چیزی، یک مستند هست، یه چیزی در پشت پرده نمونده. خب حالی مردم افغانستان هم به یک شکلی به سیاست این موضوع بعدا صحبت میکنیم، ولی من میخوام مشخص دارم. اگر لطفاً مشخص کوتاه جواب بدین، شما میگین خب ناامنی ها شدت یافته و نتیجهش هم عاملش هم کمکاری و سوی مدیریت حکومت بوده. تنها ناامنی ها معلول همین کمکاری و سوی مدیریت حکومت است یا چیزای دیگه هم که اشاره شد از طرف آقای؟ خب من چند مورد را قبلا عرض کردم، مسائلی که ناامنی بروز کرد اولا کمکاری و غیر عادلانه بودن ارگانهای عدلی و قضایی خود حکومت بود در کل، که از او آهسته آهسته نشأت گرفت. جوانا رفتن با طالبا پیوستن و یا با نیروهای حراس افغان به یک شکل خود را نزدیک ساختن و بعدش آمدیم با این حکومت جدید که مالامال آرزوهای مردم به این که یه حکومت میتونه که بالاخره باورهای مردم را زنده بسازه، یعنی بیشتر معلول کمکاری حکومت بوده. بله بله او کمکاری، ولی در این مرحله جدید حکومت جدید آنقدر ضعف مدیریتی وجود داره که اینها از کار درونی مقرریهای خود برآمده نتونستن، چی برسه که به مردم افغانستان رسیدگی کنه. آقای بلخوبی شما هم به باور هستین که نامنی ها شدت یافته؟ اگر شدت یافته برای چی؟ و در کنار از او این مجموعه بزرگ در حال توطئه و مخالفتی که رئیس اجرایی اشاره کرده به او کی هستند؟ تشکر و عرض سلام آمده شما و میهمانان عزیز و بینندگان تلویزیون شما و عرض بودار به همه مؤمنین و مسلمین، مثلا شهروندان عزیز. شما ببین سوالی که شما فرمودین یک فرضیه بسیار جدی است امروز و او سوال بعد رهبران حکومت وحدت ملی و شورای امنیت پاسخ بگه. ما بار بار شورای امنیت و سکتورهای امنیتی را به خانه مردم بیا گفتیم، دقیقا سال و
ریشیابی و عواملی که امروز شما مطرح کردین ما از اینا سوال کردیم، جوابی قناعت بخش نگرفتیم. او سوال همی هسته که شما از دوستان سوال پرسیدین، یک این که چرا حکومت وحدت ملی با همه قولایی که داده بود یک سیاست امنیتی نساخته؟ چرا یک سیاست واحد امنیتی راهکارهای عملی برای مبارزه با افراطیت، تروریست، القاعده، داعش و همه بدبختی هایی که هسته؟ یک. دو، شما اشاره داشتین که عوامل ناامنی و عوامل توسعه ناامنی در شرق و غرب و جنوب و شمال کشور چیست؟ ای که مشخص فروکش کرده یا نه که امو شدت و حدتش مانده یا که افزایش پیدا کرده؟ خب سوال اصلی همی هست، حالا میتونه زیر مجموع باشه که ای تضعیف شد یا تشدید پیدا کرده. من میخوام به شما یک چیز را مطرح بکنم که مردم افغانستان بفهمه. باید این سوال را حکومت افغانستان در رأس جنابی غنی و عبدالله پاسخ بده. به این معنا مسئولیت داره، اجازه بدید شما. بله باید ما مثل مردم مطرح میکنیم اوی هسته چیگونه چرا ناامنی ها توسعه پیدا کرده؟ پاسخ را باید روشن برای مردم افغانستان به عنوان امنای مردم بگه. چرا این توسعه ناامنی در بدخشان و مرکزی تزی در قندوز و سپس در فاریاب قرار میگیره؟ در مجموع ولایات شمال شرق و شمال غرب در مجموع نارامی میکنه؟ چرا این را باید پاسخ بگم؟ و ای که داعش ردپای داعش در کشور پیدا میشه از کجا پیدا میشه؟ از آسمان میآید، از زمین میآید. کی اینا رو سپورت میکنه و کی تمویل میکنه؟ از کدام رای ترانزیت وارد شده یا از اینجا که اینا پرچم برداشته توسط کی بوده؟ اینا سوالاتی مردم افغانستان هست، نه از من شما. سوالاتی است بسیار مبهم و پیچیده، یعنی به این سادگی نمیتونه که ما و شما به وضاحت پاسخ بگیریم. اما ما اشاره میکنم، اجازه بدیم با مقدمه ای شروع میکنم. و این سوالات بعد امنیت ملی، سکتورهای امنیت، شورای امنیت در رأس فرمانده کل قوا رئیس جمهور پاسخ بده. و سوالات بسیار مبهم و پیچیده وجود داره. اما طور که شما از وکیل صاحب سوال کردین که چه اسنادی در دست است که ما متهم بکنیم قدرت‌های غربی را در رأس آمریکا که این پشت سر داعش هسته. ببین شما، اما به نظر من میتونیم با دو کاتگوری تقسیم بکنیم. یک، عوامل نارسایی‌های درونی که دوستا خوب اشاره کردن، عدم مدیریت، ضعف مدیریت، عدم هماهنگی بین دولت، بین بدنه دولت، مخصوصا بین سکتورهای دولتی که ما در شمال شاهد از این قضیه هستیم. در قندوز، در تخار، در سریپول، امروز در فاریاب ما با وضوح می‌بینیم و لمس می‌کنیم که اون مدیریت و اون امانگی و اون جدیتی و اون اراده سیاسی، نظامی، امنیتی در درون دولت دیده نمی شود و سربازان ما قربانی می شود. یک. و اما سوال پیچیده یکی شما اشاره کردین که این چی گونه عوامل بیرونی داره؟ به نظر من بسیار روشن است، همونطوری که دو تا بزرگوار فرمودن، امون گونه که غربی ها با یک قاعده، با یک منطق می نرز می کنم، یعنی سوال مشخص نیست، از این منطق ما یک چیزی را استنتاج می کنیم با قولی اوی است. در مجموع سیاست غربی ها در شرق دنیا، در بین کشورهای اسلامی و در خاورمیانه که مرکز کشورهای اسلامی است، همیشه سیاستش سیاست تضاد، سیاست تشنج، سیاست نفاق، سیاست اختلاف، سیاست تضعیف، سیاستی بوده که و این کشورها را به جان اماندازه. این شما با عنوان قاعده کلی بپذیرین، بسیار روشن است. سقرای از این بحثی است که و شما میبینین که بسیار بسیار پیچیده و پیشرفته یک گروه دیگه را به نام داعش به وجود آورد. اسنودن در اون اطلاعات خود شما چندی قبل در جریان هستین گفت که در به وجود آوردن و تولید کردن و تمویل کردن و به وجود آوردن داعش آمریکا، انگلیس، موساد اسرائیل نقش داره.
این بسیار با اسناد اراکت اسنودن او اطلاعاتی که فعلا در چی هست. و شما ببینین و دقیقاً چنین است. دقیقاً چنین است. و نتیجه از این بر میگرده که ما این استنباط میکنیم و قیاس میکنیم که شمال یا رد و پای دایش اتوماتیک از خاور میانه میرسه به مرزهای شمالی افغانستان. ببین شما و کسانی تروریستایی و انتحاری و انفجاریایی و کسانی که سالها منتظر بودند در وزیرستان پاکستان، آیغورای چچینی بود، ترکمنی بود، آیغور بود، قرقیز بود و اعظم کشورهای آسیای میانه حتی شرق اروپا، اینا سالهای سال در وزیرستان پاکستان انتظار از این داشتن که اینا خود را به مرزهای شمالی کشور ما به نام افغانستان برسانه. و میبینیم که اینجا با یک سبوتاج، با یک برنامه بسیار تاکتیکی و زیگزاگی پاکستان به نام خانه تکانی و اینجا یک عملیات را آغاز میکنه و رای برون رفت از اینا بسیار آماده میشه و از رای چترال و از رای نورستان و از شرق افغانستان اینا به سادگی وارد میشه به یک نقطه مهم استراتژیکی که او کجا باشه؟ قندوز باشه. یعنی پاکستان هم در این پروژه سهم داره. حالا او مستقیم یا غیر مستقیم وظیفه خود انجام داره، خانه تکانی کرده و کسانی که سالها در اونجا خواب داده به انتظار بودن و او افراد اونا آمدن به نوی به تخار، بدخشان، قندوز و تا فاریاب، امی دریای آمو. حالا میخوام اینو عرض بکنم، اون چی که برای ما مهم است دو نکته مهم، یک و ما یعنی هیچ دور و بعید نمیبینیم که و اینجا دست غربی ها دخیل است، یک به خاطر کوبیدن، محصور کردن و محدود کردن قدرت های شرقی مانند روسیه، مانند چین و مجموعه ای که در پیرامون از اینا است، یک. دو، اون چی که درد ماست، اون چی که درد ملت است، اون چی که امروز ما در جنبست قربانی میتیم و سربازان ما سر بریده میشه، اوی است که چرا در این قسمت جناب رهبران حکومت وحدت ملی اینا سیاست امنیتی ندارن، چرا مدیریت ندارن، چرا استراتژی ندارن، چرا راهکارهای عملی جستجو نمیکنن و چرا جلوی این ام قربانی رو نمیگیرن؟ بله، اگر اینا میگن که ما تجهیزات نداریم، چرا ندارن؟ اگر اینا میگن که ما قوتهای هوایی نداریم، من میگم چرا نداریم؟ اگر اینا میگه ما یک استخبارات قوی و اطلاعاتی در منطقه نداریم، گروپ گروپ از امیر راههای بسیار امیر راههای معمولی به شمال میرون، نفر از هرات می اموت به فاریاب میرون، از کابل به تخار و بدخشان میرون، اموت گرفتار میشه، ولی ایدگاه کسی پاسخ از این نمیگه. پس میخوام بگم که در این کاسه یک نیم کاسه وجود داره به نظر من و دیگه با سرنوشت مردم اینا بازی نکنه، یعنی سیاست شفاف امنیتی رو در پیش بگیرن. یعنی شفاف حل مشکلات داخلی مشکل حل است دیگه. نه حل نیست، میخوام که به این سو حرکت بکنن و متوجه قضیه باشن، با سرنوشت مردم دیگه بازی نکنن. اگر در خصوص سوال دوم که شما داشتم، رئیس اجرایی اشاره داشته که یک مجموعه بزرگ در حال مخالفت علنی و تواتی هستند داخل دولت، اگر لطف کنین اونم کلی اشاره کردم و ضعف مدیریتی خودشان هر کسی را به وجود میاره. بله، اگر اشاره میکنه کسی هست که سرصدا و تبلیغ حکومت موقت را میندازه، از ضعف مدیریتی جناب است. اگر ایجا ما میبینیم که از درون کشور و از درون بدنه دولت زمزمه مخالفت ها بر علیه این نظام مطرح میشه، باز بالاخره کمکاری و بیکاری خودشان هست و بعد این نقیصه را جبران بکنن. سپاسگزارم آقای جمشیدی. خب عواملش اشاره شدی که من شدت یافته باور شما. نامنی های اخیر سهم داعش در این نامنی ها چقدر است؟ یا که یک سره تنها کار طالب است و گروه های راستفکن دیگه نداعش؟ بسیاری ها میگن که داعش هنوز عمل نکده، مصروف سربازگیری و انسجام خودش است. خب جناب آقای شریفی به یک نکته بسیار جالب اشاره کردن که زمانی که ما ضعیف باشیم امکانی به وجود آمدن هر مشکلی هست. این یک واقعیت است. ما در افغانستان متاسفانه بر اساس همون ضعفی که در حکومت ما وجود دارد در قسمت تأمین امنیت و حفظ و حراست از تمامیت ارضی کشور، متاسفانه مشکلات بسیار جدی را ما داریم. امروز اگر در
ولایات شرقی در ننگرهار بین گروه داعش و طالبا بر سر کسب بیشتر جغرافیا جنگ های بسیار خونین صورت میگیره و قدرت نمایی های بسیار زیاد میشه. این در واقع برمیگرده به مو چگونگی حکومت ما. خب ما چه رقم حکومت هستیم که در چند کیلومتری ما در یک ولایت بسیار نزدیک ما در ننگرهار در اینجا دو گروه شورشی بین خود بر سر قدرت بازو تلاش دارن. داعش ما باورم است که در واقع همو کپی اصلی شبکه القاعده است، چون شبکه القاعده به یک نحوی تضعیف شدن در سطح جهان. حالا داعش میخواهد که در واقع همو جایگاه شبکه القاعده را در سطح جهان داشته باشه و همو نقش را ایفا بکنه. داعش در ابتدا در کشورهای خاورمیانه پیدا شد و بعدی تسری پیدا کردن به کشورهای دیگه و در نقاط دیگه. ای به این معنا نیست که نماینده خاص ابوبکر بغدادی آمده باشد در افغانستان مصروف سربازگیری باشد. من پیشتر اشاره کردم که گروه های شورشی، گروه های ناراضی، گروه های افراطی در سطح جهان وجود دارد، مخصوصا در آسیای میانه، جنوب آسیا و همچون خاورمیانه. اینا منتظری یک فرصت هستند، منتظری پیدا کردنی یک چتر حمایوی هستند. و زمانی که گروه داعش یک دفعه به پا میخیزه و ظهور میکنه و به سرعت پیش میره و یک جنبه نظامی بسیار قوی به خود میگیره، حتی بخشای از کشورها را در خاورمیانه تحت تصرف خود در میاره، بدون شک این تاثیر میکنه در سطح جهان. او گروه های خردروزی که به شمول گروه طالبا فعالیت دارن، اینا خود به خود اعلام حمایت میکنه از گروه داعش. فعلا ما در افغانستان و پاکستان این نیروی که از خود شبکه داعش یا گروه دولت اسلامی از کشورهای خاورمیانه یا شخصا فرستاده شده ابوبکر بغدادی باشه، در پاکستان آمده باشه یا در افغانستان، ما نداریم. صرف گروه های تروریستی که در پاکستان مستقر بوده، در افغانستان مستقر بوده، بخشا و کتله های عظیم از گروه طالبا، اینا خود به خود دسته دسته جدا شدن و از گروه داعش اعلام حمایت کردن. امروز ما اختلاف هم دارن. اجازه بدن شما بره. امروز ما در فاریاب اگر میبینیم این مشکل وجود داره، در ننگرهار اگر ما میبینیم که مشکل وجود داره، در ولایت های جنوبی مثل هلمند ما میبینیم که این بحث ها جریان داره، این در واقع اینمیست که دولت اسلامی یا گروه داعش در حال بیعتگیری از دیگر گروه ها هستند. خب سهمش در نامنی های اخیر ناچیز است؟ دقیقا. یعنی این همه نامنی هایی که دارن نه ناچیز نه بلکه گروه داعش همون قسمی که بیانیه از نارو شما خواندین و در رسانه ها پخش شد، اینا در واقع دعوت میکنه گروه های دیگر را به شمول طالبا که شما دیگه همه ایشتان بیاین تحت زعامت گروه داعش یا تحت چتر داعش فعالیت بکنیم، فعالیت مستقل داشته باشیم، فعالیت واحد داشته باشیم تا بتونیم دستاوردی بیشتر داشته باشیم. اما هستن گروه های دیگری که با دعوت داعش مخالفت میکنن، نمیپذیرن، حتی کار به جنگ رسیدن و خیلی جنگ های خونینی هم بین از نارخ دادن که این گروه ها هم مربوط پاکستان میشه، هم مربوط افغانستان میشه و هم مربوط کشورهای آسیای میانه. پس ما در یک کلام گفته میتونیم که حالا جنگ هایی که در افغانستان جریان داره، چی از ناحیه داعش باشه چی از ناحیه طالب باشه، همه اش در صدد ناامن ساختن افغانستان و در صدد از بین بردن نظام سیاسی و حکومت فعلی افغانستان هستند. پس هر دویش، حالا چی خطر از ناحیه داعش باشه چی از ناحیه طالبا باشه، خطر است و بسیار جدی است. این مسئولیت حکومت افغانستان است. ما مشخص میگفتم که خب سهم امنیتی های اخیر که به سابقه هم خوانده میشه کلش سهم طالب است، یا که نه داعش هم سهم داشته. خب بسیاری میگن که نه، خطر داعش هنوز بالفعل نیست و در حال سربازگیری و انسجام است. خب
هر دویشان جنگ میکنه، هر دویشان قتل میکنه، هر دویشان بیرحمانه برخورد میکنه. پس بناهن گروه داعش در حال شکلگیری و نظم و انسجام دادن در افغانستان هستن، در حال سربازگیری هست و گروه طالبا هم بخشایش هم به این گروه پیوسته و بخشای دیگرش در حال مخالفت برآمده که فعلا کارشان به جنگ کشته شده. پس بناهن ما میتونیم بگیم که به مو میزانی که گروه طالبان در جنگ و ناامنی در افغانستان سهم داره، گروه داعش هم در اواخر به مو اندازه سهم داره. سپاسگزار بانو شاداب. خب اموقعی که طالبان در ناامنی های اخیر سهم دارن، داعش هم سهم داره. در کنار از او، خب بسیاری ها میگن که انتظاری بسیاری است که وقت خبرهای خوبی از گفتگوهای سال میرسه ما ناامنی های بیشتر نداشته باشیم، به ناامنی ها باید کاسته شد از ناامنی ها. خب و بعضی هم میگن نه، انتظار این نباید باشه. اونایی که سوال هم میکنن معمولی است که طرف ها برای امتیازگیری بیشتر جنگ را میندازن. ارزیابی شما چیست؟ بله، در افغانستان فعلا قسمی که قبلا گفتم جنگ قدرت نمایی هست و این قدرت از ابر قدرت های جهانی گرفته تا به قدرت های داعش و طالب که اینها بین هم در رقابت هستند. جنگی که در افغانستان جریان داره، در بعضی مناطق داعش قوی تر از طالبا حرکت میکنن. این داعش هم سربازگیری میکنه، هم تمویل میکنه و هم جنگ هم میکنه، خطرناکتر از طالب برخورد هم میکنه. در این وضعیت اینی هر دو پدیده هم فعلا در افغانستان در حالت جنگ هسته. ما گزارش های رسیده برام از فاریاب که یعنی شب تیر میشه سبا روز میبینن رنجرهای 0 کیلومتر به اختیار تیمهای داعش قرار داره. پس ای از کجا آمد؟ چگونه آمد؟ چطور به او قریه و قصبه داخل شد؟ اینها همه نقشه هایی هستن که از قبل تر راهی شده هست. ما همیشه گفتیم مطابق نقشه عمل میشه، چی طالب هست چی داعش هست و شاید صفوف نفهمند که در بالا جای چی هسته. اونها کماکان اونمو راهی که برشان مشخص شده دمو راه میرن، اما در اصل پشت پرده همو حرفی هست که قبلا گفتم در افغانستان بنابرای هدف مشخصی که آسیای میانه باشه یا در کل کشورهای آسیایی باشه و در کشورهای آسیایی مطمئنن مسلمان ها زیاد هستند و کشورهای اسلامی بیشتر زیاد هست و در پهلوی از او اقتصاد منطقه هم در آسیا هست که تحت تأثیر برده دیگه ابرقدرت های جهانی را. بنابراین بسیار هدف های زنده و آشکارا در اینجا وجود داره. بنابراین جنگ داعش و طالب برنامه هایی هست به خاطر رسیدن به هدف یک عده از ابرقدرت ها در منطقه. و در افغانستان فعلا ولایات شمال را اگر فکر کنیم، در ولایات شمال اینها بالای زدوبندهایی که پشت پرده وجود داره، حکومت هم در نهایت عجز و قصور کارهایی را سازماندهی میکنن که خودشان مدیریت کرده نمیتونن. مثلا یک بخش اعظم نیروهای مسلح که به یک شکلی به قطعات منسجم شده بودند، اونها در تبانی با امنیت ملی کارهای بسیار خوبی را انجام میدادند که او را از پیکره امنیت ملی جدا میکنن، با در شورای امنیت به بخش دیگه سکتور امنیتی وابسته میسازند که او بخش رسیدگی به او کرده نمیتونه. بالاخره مردمی که مسلح هستند، مردمی که از امنیت منطقه را میگیرند، اونها خود به خود عقب نشینی میکنن. و یا هم در مناطقی هست که بین خود اما گروه هایی که مسلح هستن یا پلیس های محلی یا مردمی، اینها وابسته به احزابی هستن در منطقه. مثلا در فاریاب جنبش و جمعیت هر کدام خود از خود افراد مسلح دارن. امروز وقتی که تمویل میشن از طرف دولت مرکزی، بسیار اندک تمویل هم میشن، اینها رقابت بین خود باز اینها هم دارن. با تاسف وقتی که میگیم که داعش و طالب هم در منطقه رقابت در جنگ و کشتن و بستن دارن،
خود این ائتلاف که در بین خودشان هستن با تأسف اینها هم در بین خود رقابت دارن، به یک شکلی میخواین که خود را تبارز بتن، هر کدامشان رقابت میکنن که اگر قومندان اول از فلان گروه بود پشت سر بودگیش عقب نشینی میکنه که بان که او شکست بخوره که بالاخره صلاحیت بر ما برسه. خصوص برعکس دو گروه هایی که هستن با تأسف همچنین یک وضعیت و در خصوصی دارن. که تحصیل روند سال آغاز گفتگوها به معنای تخفیف ناامنی ها نیست، موافق هستین؟ قطعا پروسی سال از اما روز اولی که در وقت کرزه شروع شده یک پروسی منحوس است، یک پروسی بلعنده تاراج کننده کیسه های مردم و بیت المال هست تا به امروز. اگر در او وقتا لوی جرگه های انانوی و مچومچی وچی شورای عالی سال با بودجه انگف معاشات بسیار بلند هر کدامشان دستی ارگان هم وظیفه داشتن و معاش می گرفتن، اونها رفتن سل به نام سل جنگ را بیشتر ساختن، جنگ را نهادی نساختن در افغانستان. چی نتیجه داده؟ ای کاش به عوض همون مصارفی که به او معاشات گزاف و لوی جرگه ها مصرف می شد تجهیزات نظامی گرفته می شد در افغانستان، امروز افغانستان نیاز به کمک امریکا و روس و دیگر کشورها نمی داشت. امروزه هر بلایی که به سر ملت افغانستان آمده از طرف حکومت های افغانستان آمده و تا امروز هم ادامه داره. امروز بدتر از دیروز هست، بدتر از دیروز هست. آقای عبدالله اگر شکایت میکنن که کرزه یا کسای دیگه هستن پشت صحنه کار میکنن خودشان را اصلاح کنن، آقای غنی جنابشان 19 مشاور را باز امروز برای خود انتخاب کردن. حیفم دائمی هست که اینها در روزهای اولی که کمپاین میکردن میگفتن که ما ادارات موازی رو از بین میبریم، حکومت کرزی ناتوان هست، ما حکومت قوی رو به وجود میاریم. این مشاور بازی و این سیاست های دروغ پروسه‌های صلح و صلح هم با دشمن دوست دشمن دشمن هست. ما در مقام دشمن خود دوستی را کمایی کرده نمیتونیم. وقتی که پروسه صلح میگن آقای غنی حدود اساسی مملکت را لطفاً بسازن، در مطابقت از او سیاست خارجیشان چی هست؟ سیاست اقتصادی آقای غنی چیست؟ سیاست امنیتی آقای غنی چیست؟ وقتی که همسایه های ما مشخص نیست میرن در پهلوی پاکستان بغل کشی ها قدر خسته کننده برای مردم شده، هر بغل کشی آقای رئیس جمهور با رئیس جمهور پاکستان یک حمله وحشتبار انتحاری را در سطح افغانستان سازماندهی میداره. سپاسگزارم آقای بلخوابی. شدت حملات به معنای امتیازگیری بیشتر، خب انتظاری که ما با آغاز گفتگوهای سال با تسهیل روند تخفیف ناامنی ها داشته باشیم بیهوده است، بله؟ موافق هستین؟ گرچه با همه ضعفایی که بحث سال در طول 13 سال داشته، اشکالاتی که داشته، امتیاز دادن های یک طرفه ای که داشته، سیاست تضرر بوده، با همه این مقدار ما مثبت میبینیم که و یک نشست جانب افغان ها با مقامات طالبان در پاکستان روبرو این یک نقطه مثبت است. اما شما ببینید من جاهای دیگه هم عرض کردم که بعد ادبیات صلح عوض شد، باید فرایند صلح مشخص شد و بعد ما قدم را به جای قدم کور و ناموفق و شکست خورده قبلی که در دوران حکومت آقای کرزی بود نگذاریم متاسفانه. و اگر ما با یک ادبیات جدید با یک شرایط مشخص با تعریفی از دوست و دشمن با یک اقتدار ملی ما با اینی ویژگی ها قدمی صلح بر نداریم، به نظر ما رای رفته که به ترکستان میره، این همون رای قبلی بوده. اما ای که شما ببینین وقتی ما بحث را مطرح میکنیم و مستقیم با مقامات طالب و هیئتی مذاکره کننده افغانی منشینه و باید تخفیفی به تشدید عملیات بیاید. خب اما میگن اجازه بدین شما در جنگ ها معمول است که طرف ها وقتی مذاکره میکنن برای سال برای که امتیاز بیشتر بگیرن قوتشان نشان میدن. نه ببین شما اینمی خود اوجی از بی‌اعتمادی رو نشان میده و این انسان را نسبت به آینده از این پروسه صلح یک مقداری ناامید میکنه. اونایی که مذاکره کرده بودن، نماینده هایی که از طرف حکومت رفته بودن گفتن که آغاز گفتگوها به معنای پایان جنگ نیست.
ختم خب معلوم نیست. اصلا این یک قدم های اولی برای مذاکره است. بله هنوز ما به سر میز مذاکره با او شرایط لازم نبوده، ولی اینا بحث مقدماتی بوده. ولی نه، او به این معنی نیست که ما وقتی میخواییم سر میز مذاکره بنشینیم ما تشدید حملات میکنیم. این خود بی اعتمادی را در امر پروسه صلح نشان میده، بی باوری را نشان میده و اونمو پروسه ای که در گذشته بوده همون نشان میده. من وقتی میگم که با یک ادبیات جدید با یک روی کردی تازه موارد چه بحثی است که ما یک مقداری با دست بالا با اقتدار با ادبیات جدید با یعنی به صراحت لهجه داشته باشیم در امر صلح، یعنی هیئت مذاکره کننده ما تثبیت شوه با جایگاه باش با یک یعنی صلاحیتی خوب وارد شوه. یکی از اشکالاتی که ما میبینیم در پروسه صلح است در این مدت 3-4 جای نشست شده، در ایسلو نشست شده، در قطر بوده، در جای دیگه بوده، در پاکستان بوده، قبل از این بوده، ولی هر روز یک شخصیتی میرفته، این نمیتونه پروسه صلح پیش بره. آدمای متخصص مسلکی توانمند با یک عقبه های بسیار قوی بعد وارد شوه. یعنی همونطوری که من میگم در گذشته مقطعی برخورد می شده، سلیقه‌ای برخورد می شده، ذهنی برخورد می شده، تهمی برخورد می شده. در امر مذاکره و مصالحه صلح اگر این مرحله با عمو شیوه پیش بره، ما به نتیجه ای که باید به او به یک صلح پایدار و دوامدار برسه مرد ما نمی رسه. خب انتظار شما است، اما با توجه به وضع موجود شرایط و موضع‌گیری طرفا انتظاری را دارین که با آغاز گفتگوهای صلح از ناامنی ها کاسته شود؟ خب نشده، مشخصا نمیشه نیتی از وجود نداره، نیتی خوب وجود نداره از طرف مخالفین. اگر نیتی خوب وجود داشته باشه یه بحثی فشار نیست، بحثی هست که اونا واقعا چراغ سبز نشان بدن، واقعا به مردم افغانستان احترام بکنن. اونا جمعی از مردم افغانستان است که جدا شده، وقتی میان میخوان به کتله عظیمی از مردم افغانستان ملحق میشن و بعد با یک نیت صادقانه برخورد شه. سپاسگزار. یک سوال از هر سه مهمان ما، مولات فکرین چون دقایق آخر برنامه است کوتاه پاسخ بدین. برای که پراس افغان ها طالب داعش سرکوب شود، ما چیزی از این ناامنی ها کم کرده باشیم چیکار کنیم؟ ما اما قسمی که دوستای اشاره کردن، ما در قدم نخست باید در درون حکومت وحدت ملی یک دیدگاه واحد سیاسی در جهت برخورد و مواجهه با گروه های تروریستی و دهشت افکن که در صدد از بین بردن نظام هست ما باید به وجود بیاریم. ما هنوز یک دید واحد سیاسی در جهت حمایت از قوت های مسلح خود ما نداریم. ما یک دید واحد سیاسی در درون کشور نسبت به مخالفین و گروه داعش نداریم. پس ما تا زمانی که یک دید واحد سیاسی به عنوان یک مشت در درون حکومت به وجود نیاریم، ما در مقابل دشمن نمیتونیم که دست بالا را داشته باشیم. هرگاهی کار را تانستیم ما موفق خواهیم. سپاسگزار. دید واحد داشته باشیم، اگر دید واحد نداشته باشیم موفق نیستیم. بلکل فکر کنم در افغانستان نیاز مبرم به صلح هست و اگر نیروهای حکومتی به خصوص سکتور امنیتی ما هماهنگ نباشن موفق نمیشن. و موضوع دیگه که در فاریاب باید هرچی عاجل کمک بفرستن که فاریاب رخنه مرگ برای حکومت افغانستان بودن میتونه. و مسئله که باید بگویم که ملا برادر وقتی که میخواست با افغانستان مستقیماً رویارای با نماینده افغانستان صلح بیاره و دستگیر شد تا به امروز سرنوشت مبهم گرفت. حالا هم یک پیامی از ملا عمر داریم. ملا عمر واقعی باشه، امیدوار هستم که او بیچاره قتل نشوه که به خاطری که هیچ وقت در منطقه صلح را پاکستان بر افغانستان نخواست. آقای بلخابی، دید واحد سیاسی نیاز به صلح و هماهنگی بین نیروهای امنیتی. بله، من چیز دیگر اضافه میکنم به نظرات دوستا. خوب فرمودن. ما تا یک سیاست امنیتی تعریف شده نداشته باشیم، سیاست امنیتی وقتی که میگیم دید سیاسی و امنیتی ما در قسمت مرزهای ما، درون کشوری ما، در منطقه، در جهان. ببین شما
دید سیاسی و دید امنیتی. سیاست امنیتی بسیار مهم است برای کشوری امروز که در جغرافیای جهان زندگی میکنه. و ما امروز اگر یک سیاست واحد امنیتی میداشتیم، به این انارشیسم و پراکندگی و توسعه و جنگ های منظم مخالفین ما روبرو نمیشدیم. متاسفانه اینه نداریم و تقاضای ما از دولتی است که سیاست واحد امنیتی را ایجاد بکنه. سپاسگزار. سپاسگزار از آقای خایان سید محمد حسن شریفی بلخابی عضو مجلس نمایندگان و آقای علی اکبر جمشیدی سناتور پیشین و بانو آصف شاداب عضو مجلس نمایندگان. سپاسگزار از شما. و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار.